ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر کیان برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از ونکوور، و از او پرسیدم به چه دلیل فضای تفاهم و گفتگو که در چند دهه قبل بر دنیا حکم فرما بود تبدیل به فضای جنگ و خصومت و خونریزی و جنایت شد و چگونه میتوان دوباره به جای جنگ به دنیای آری از خشونت و خونریزی بازگشت. پاسخ دکتر کیان برزگر را در این زمینه ببینیم و بشنویم. بله، در سوال متاسفانه در این سال، یعنی در سال 2023 و همینطور در سال 2024 ما این حوادث رو شاهد هستیم. یعنی یک جنگ بزرگی در خاورمیانه داریم بین اسرائیل و غزه، همینطور بین روسیه و اوکراین، و جنگ‌های خردتری که در دیگر نقاط جهان مانند سودان، نیجریه و جای دیگه بین گروه‌های قومی در جریان است. در واقع عامل اصلی این جنگ‌ها تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان هستش که این عوامل رو می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. یکی از عوامل ممکنه به سیاست‌های ناسیونالیستی تقویت، افزایش سیاست‌های ناسیونالیستی باشه، افزایش سیاست‌های ایدئولوژیک یا مذهبی باشه، افزایش نابرابری‌های اقتصادی که باعث نارضایتی مردم در جامعه میشه، حتی تغییرات آب و هوایی نیز روی این مسئله تأثیر میذاره. کم بوده و باران منابع آب، این را همه روی مسئله تأثیر میذاره. اما برای دنیای آری از خشونت و خونریزی به چند مورد میتونیم اشاره بکنیم. یکیش تقویت مکانیزم گفتگو برای حل مناقشات و منازعات میشه، این رو استفاده کردش. دوم فرهنگ سازی هستش، یعنی با تقویت فرهنگ سازی از طریق رسانه‌ها و همینطور آموزش که به عنوان فرهنگ صلح رو ترویج بکنن و جایگزین خشونت بکنن، این مسئله بسیار مهم هستش. همکاری بین‌المللی نیز یکی از موارد دیگه است، یعنی باید همه همکاری داشته باشن برای مسائل حاد جهانی. کمبود منابع خودش تنش‌زا هستش، مثلا در مورد همین مسائل اقلیمی همه کشورهای دنیا باید خاطر آلودگی جهانی این رو همکاری داشته باشن که منابع طبیعی و کمبود منابع طبیعی خودش چالش برانگیزه. خیلی از جاهای دنیا امروز به خاطر این کمبود منابع طبیعی دچار نارضایتی و تنش‌های قومی قبیله‌ای شده. تقویت نهادهای بین‌المللی، این بسیار مهمه، یعنی یک سازمان حافظ صلح باید به جد روی این مسئله تاکید داشته باشه. همه کشورهای دنیا روی نهادهای بین‌المللی باید کاملا مشارکت داشته باشن، تقویت بکنن برای حفظ و حفظ صلح و صلح پایدار در کل جهان، که در نهایه یک تعهد مشترک همه کشورهای جهان برای یک صلح پایدار داشته باشن. نهادهای بین‌المللی بسیار تاثیرگذار هستند. نمیتوان بی تفاوت بود در نقطه ای از دنیا تعدادی افرادی بیگناهی کشته میشوند و دیگران نظاره‌گر باشن. ما این موارد رو در خود ما واقعا در میبینیم که کودکی، زنی اگر در غزه کشته بشه نگران هستیم، همونطور اگر در اسرائیل کشته بشه نگران هستیم و ما هم درد میکشیم. اگر در سودان چنین اتفاقی بیفته ما هم رنجش رو میبریم، اگر در نیجریه چنین اتفاقی بیفته ما رنجش رو میبریم. بنابراین همه ما نمیتوانیم بی تفاوت باشیم در این مسائل. تمام دنیا باید روی نظارتی داشته باشه به عنوان سازمان‌های بین‌المللی روی این موضوع که صلح پایداری حتما وجود داشته باشه و تقویت بشه روی این قضیه. با تشکر از دکتر کیان برزگر، فعال و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از ونکوور، که توضیحات خود را در مورد این گزارش ارائه دادند.